این پرونده رو اگه بالا بیاریم، یه پرونده ای تشکیل شده که یک بخشی از یک پرونده بزرگتریه که در آستان قدس رضوی شکل میگیره. همونطور که میدونید مبنای سهامدار عمدهش دو تا هن. یک آستان قدس، یک وزارت نیرو که بین اینا همیشه هم جنگ بوده، یه مدت دست اینا بوده، یه مدت اونا حکم میگرفتن علیه اینا، یه دعوای مداومی بین این دوتا بوده، وزارت نیرو و آستان قدس. این پرونده هم یکی از اون پرونده هاست که یک بخشی از اون پرونده بزرگ و کلانیه که بعد از مرگ تولیت قبلی، تولیت عباس واعظ طبرسی تشکیل میشه و یکی از فراریان اون پرونده مهدی عزیزیان، برادر همسر آقای عباس واعظ طبرسیه، یکی دیگر از متهمین مصطفی واعظ طبرسیه و یکی دیگر از متهمین محمد نوری رئیس هیئت مدیره مبناست. نکته اینجاست، اینجا هم یکی از اون شعبده بازی های عجیب قضایی انجام شده و در اون روند رسیدگی که عباس علی آبادی هم به تبع جزء متهمین پرونده بوشه بوده، در وسطای رسیدگی میشه مطلع پرونده. یعنی خود آقای عباس علی آبادی اگر الان بیاد این حتما اینو رو میگه که من مطلع اون پرونده بودم، در حالی که این تقریبا شبیه یه جوک میبونه. شما که از 89 مدیر عامل بودی و در تمام این سالها اگر این تخلفات هم انجام شده شما اونجا حضور داشتی، چه جور مطلعی بودی؟ حداقلش اینه که اگر تمام این دروغ‌هایی که شما میگی راست باشه، اینه که شما ترک فکر کردی، شما حتی مدیریت به زیر مجبور نداشتی که در یه بخشی از مبنا اومدن این تخلف 14 میلیون یورویی و 8 میلیون دلاری و حالا محمد نوری رئیس هیئت مدیره یا مصطفی واعظ طبرسی یا مهدی عزیزیان انجام دادن و شما مطلع نبودی، چرا پیشگیری نکردید؟ چرا همه اینها مون بعد از این که واعظ طبرسی در واقع بزرگ فوت میکنه و پرونده تشکیل میشه؟ متهم اصلی که قائم مقام آستان قدس بوده فرار میکنه، مهدی عزیزیان نمیدونیم کجاست، مصطفی واعظ طبرسی باز معلوم نیست دروش چیه، فقط الان محمد نوری رئیس هیئت مدیره مبنا در زندان با وثیقه 1250 میلیارد تومانی و 18 سال هم حکم زندان گرفته. رئیس هیئت مدیره مبنا 18 سال بهش زندان دادن، درسته؟ محمد نوری، بله. همون موقعی که به دلیل همین تخلف که الان صحبت میکردیم و سندشو نشون داد، درسته؟ به دلیل همین تخلف این یه بخشی از اون پرونده بزرگ آستان قدس رضوی، بله. خب همون زمانی که ایشون رئیس، آقای نوری رئیس هیئت مدیره بوده و دستگاه قضاییشون 18 سال بهش حکم میده به خاطر تخلف 4 میلیارد دلاری، در واقع این حجمش اینه که بخشش همین پرونده است که شما فرمودید و نشون دادیم، همون زمان این آقایی که الان شده وزیر نیروی دولت پزشکیان خامنه ای، ایشون مدیر عامل مبناست. مبنا بوده. ایشون مدیر عامل مبنا بوده. رئیس هیئت مدیره رو میگیرن 18 سال فلان، تقصیر توه فلانه. این آقا الان وزیر شده.